أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا يا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله. أبري كرم بديدي من أبر زينب آینده تا به شام ابد نام زینب است. او بر بتول تالی و تنها ندختر است، او بر حسین تالی و تنها نخواهر است. شرطی که داشت وقت عروسی به همسرش، چون سایه رفتنش ز قفای برادر است. بعد از عصر عاشورا دگر روزه، روزه بی بی زینب است. بی بی زینبی که وقت عبدالله به خواستگاریش آمد، فرمود بابا جان به عبدالله بگو ازدواج با من یک شرط داره. شرط من این هست که من بتوانم هر روز حسین را ببینم. اگر سفری برای حسینم پیش آمد بتوانم برم. شرط رو قبول کرد. سالها گذشت. عبدالله میگد یک روز آمدم خانه، دیدم زینب پریشانه، نالانه، هراسانه. گفتم بی بی جان چی شده، چی خبر شده؟ فرمود عبدالله تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، اما حسینم میخواهد به سفر کربلا برود. اگر اجازه بدهی میرم، اگر اجازه ندهی نمیرم. اما بدان عبدالله همین که حسینم از مدینه خارج شود من هم میمیرم. وقتی که دید کشتی طوفان انبیا بر خاک و خون فتاده، بر خاک و خون فتاده و افتاد لنگرش، یک بار ناخدایی او را قبول کرد. نازم به همتش که همانند مادر است. حسینم با این که با دستت به قلبم صبر دادی، چندان که در هر جا شهامت آفریدم، اما دو جا داغ غمت از فادر آورد. بی خود خود گشتم گریبان را دریدم. کجا؟
یک جا که دشمن بر لبانت چوب میزد، یک جا که دشمن سرت را بر نیزه میزد. برادرم شنیده بودم تو را به شهادت میرسانم، جدم رسول الله، بابایم امام علی، مادرم فاطمه زهرا، همه خبرهای کربلا را داده بودند، اما باورم نمیشد سرت را بالای نی ببینم. صلوات عصر عاشوراست، بنده هم مزاحم نمیشوم، مجلس هم مجلس بسیار مختصر و پایانی هست و مجلسی است که انشاءالله مزدهای ما را انشاءالله اونها خاندان کرم هستن میدهد. این لحظات آخر رو قدرش رو بدانی، مخصوصا عزیزانی که زحمت کشیدن این فضا رو آماده کردن، مؤمنینی که آمدن از راه دور و نزدیک، چند شب، ده شب اینجا آمدید، کار خالصانه برای امام حسین علیه السلام کردید، الان وقت دادن مزد و اجر هست. خیلی مواظب باشید. همین الانی که من دارم صحبت میکنم، در ذهن خود از هر چی که از خدا میخواهید بخواهید. در رأس اون عصر جمعه است، فرج آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام رو بخواهید که با ظهور و فرج آقا همه مشکلات نه تنها شیعیان بلکه مسلمانان بلکه همه انسانیت حل میشه. از خدا بخواهیم که این شام غم تاریک ما را به صبح امید ظهور تبدیل بکند انشاءالله. برای اموات دعا بکنیم. خب یک موتر نیسان VN13AFA موتر نیسان هست، همین صد معبر کرده انشاءالله که اینا به این ماشین را جا به جا بکنن. یک بار دیگه میگم، موتر مدل نیسان VN13AFA. خب همینجا هم عرض بکنیم که یکی خاطره یکی از علمای که خیلی درس خوانده، یعنی شاید 20 سال قبل ایشان درس خارج میخوان، ولی غیر از منبر و اینها ابا و قبا اینا نمیپوشه، دیگه در حد مجتهد هست، لباس های عادی میپوشه. من گفتم آجا شما چرا خصلتش رو میدونست؟ به خاطر که من میخوام خادم مردم باشم، خیلی خدمت به هر کس میکنم، مسافر بیای، غریبی بیای، مثل هیچ کس. خیلی ها فکر نمیکنم که این یک کسی است که درس خارج را تمام کرده. همین که بشنوه که یک مسافر است، غریبه است، ماشین داره میبره جا با جایش میکنه، بلیتی شدگیش همه چیزیه. یک نکته در همین اخیر ما با اوشان خیلی صحبت میکنیم در مشهد است، یک نکته که ربط داره به همین ماشین های ما و شما، میگفت که من با اینکه ایران اینطور قوانین و جریمه و چیزام نداره، میگفت که من ولو درس باشه، ولو منبر باشه، هر کار واجبی هم که باشه، من در جایی که خلاف باشه پارک نمیکنم، چون این حق الناس است. ولو درس خارج هم که میرفتیم، خب بعضی عجله داره در یک جایی، من میخوام درس بر چی میخوانیم، مجلس بر چی میریم؟ اگر ما قرار باشه حق الناس را زیر پای بکنیم، بیاییم مجلس، خب مجلس قبول نیست. حق الناس خیلی مرتبهش بالا هست، چنانچه امام حسین علیه السلام دیشب و امروز خیلی را جواب کرد، گفت اگر کسی یک ذره حق الناس به گردن داره، برد حق الناس را ادا بکنه، چون اون بالاتر از شهید شدن در رکاب امام حسین در روز عاشوراست. خب ما اگر اینها را انشاءالله رعایت بکنیم، خیلی هم زندگی خوب خود ما خوب میشه، هم این چهره مسلمان ها را یک چهره خوبی انشاءالله ترسیم میکنیم. یکی از اونها رعایت حق و حقوق همسایه هست که ما کار باید بکنیم که همه بخواهن با ما نزدیک بشن. بگن من چندین باری به عرض کردم
که اینها کی هستن، از چی مردمی هستن که اینقدر رعایت حق الناس رو میکنند، اینقدر انسانهای با محبت هستن. اینجا هر کدام ما تحت ذره بین هستیم. یک وقت در ایران، ما خودمو در ایران باشه، یک مقدار خلاف اگر انجام بتیم، یک سرعت بایی که خوب نیست، خب بالاخره او را کلشه میگن خب کل ما و شما مسلمان هستیم در افغانستان اینجا. ولی اینجا اگر ما کوچکترین خلاف رو مرتکب بشیم، با پای خود ما نمی نیسن، با پای مذهب ما می نیسن، با پای دین ما می نیسن. لذاست که این رعایت حق الناس را ما باید خیلی به انجام بتیم. انشاءالله که در اینجا هم همونطور که مسئولین در خدمت هستن، شما هم این رعایت رو تا بی نهایت انشاءالله در طول حیاتتان انجام بدهید. یک صلوات خوان فرمایید. خب این گفتیم لحظات، لحظات حساسی هست، موقع دستمزد هست. هر چی دعا دارید برای فرج آقای امام زمان، اموات، مظلومینی که در افغانستان با ترس و با ناامنی و بی‌هویتی و بی سرنوشتی زندگی میکنن، برای اونها دعا بکنید. موقع خیلی حساسی است، هم عصر جمعه، هم عصر عاشورا و هم موقع دستمزد گرفتن من و شما هست انشاءالله. من یک داستان را خلاصه عرض بکنم از ماه محرم سال قبل. ماه محرم سال قبل شب عاشورا بود و تقریبا نصف شب گذشته بود که یکی از علمای بزرگ ایشان آمدن و یک داستان خیلی زیبایی را که خودشان نقل کردن ایشان را من اینجا عرض میکنم و یک روزه و التماس دعا در حد همین داستان. ایشان فرمودن که ما اگر خوب ابعاد کربلا را به دنیا معرفی بکنیم، همه شیفته کربلا میشه. چطور اینجا به اصطلاح جوانها، کودکان، پیرزن، پیرمرد میاین و سینه میزنن، شرکت میکنن، خدمت میکنن. در اربعین ابو عبدالله ببینیم بچه های جوانی که انسان فکر نمیکنه که در عمر خود کفش پدر خود را پاک کرده باشه یا واکس زده باشه یا رنگ کرده باشه، ببینی با همون تیپ و قیافه و جوانی عذر میکنه پیش زائرین که کفشت را بده که ما کفشت را رنگ بکنیم. کسانی هست که شاید در عمر خود به اصطلاح پای پدر خود را ماساژ نداده باشه، عذر میکنه که بیا یک چند دقیقه بیش زائر خسته شدی، ما پایت ماساژ بتیم و بتانی راه را به خوبی ادامه بدی. اینها ادب شده امام حسین علیه السلام است. اگر ما بتوانیم کربلا را خوب معرفی بکنیم، اینطوری هست. ایشان گفتن که ما یک وقتی در یک مقاله قبول شده بود، ما رفتیم اونجا در سودان و دانشگاه امام، در دانشگاه، در اونجا بالاخره یکی از وزیر خارجه همون سودان که چند سال وزیر خارجه بود و مقامات بلند، این از دنیا رفته بود. من داستان خیلی خلاصه بکنم که من روزه میخواهم بخوانم. جان با این که در اون کشور شیعه وجود نداشت، با این که اون یکی از مقامات بلند بود، گفته بود وقتی که من رو دفن میکنید، در وصیت نامش که بعد از اینکه از دنیا رفت فهمیدم، من رو با کفن دفن بکنید که از کربلا ما آوردم، دست خواهرم است. و وقت من رو گذاشتی داخل قبر، در روی بدن من تربت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو بریزی و بعد دفن بکنی. میگه 500 هزار نفر از مقامات دولتی و ملتی آمدن جمع شدن، ولی چون وصیت کرده بود یک ساعت این توقف پیدا کرد تا اون کفن کربلا رو برش بیارن، وصیت نامه رو که بود، و اون خاک کربلا رو بیارن و روی بدنش بیاندازن. علت چی بوده که یک جوان لبنانی، پسرش قسمی، پهلویش در یک سفر بوده، یک کتاب از امام حسین علیه السلام را برش معرفی کرده. و بعد این دانشمند میگه که در طول عمر، چون نمیتونست علنی بگه من شیعه هستم،
در طول عمر هر خلوتی میشد برای امام حسین علیه السلام روزه میخوند و گریه میکرد و هر فرصتی که پیش میامد غیر رسمی میرفت کربلا. و یکی از کلامهایش این بود که کاش من زودتر با امام حسین آشنا میشدم. الان باید پدر و مادر خود را دعا بکنیم که اینها ما را با طفولیت با امام حسین علیه السلام آشنا کرد. اون مادرایی که ما از دست دادیم باید دعا بکنیم که اینها با اشک امام حسین و شیر مخلوط به دهان ما از کودکی ما را با امام حسین علیه السلام آشنا کرد. اگر واقعا ما اخلاق ما اخلاق حسینی بشد، امام حسین علیه السلام را خوب معرفی بکنیم به اجتماع، همه دنیا عاشق امام حسین می شود. اما عصر عاشورا دیگه طبق وصیت امام حسین علیه السلام کاروان سالار زینب شد. دیگه از این به بعد مصائب زینب شروع می شد. مرحوم مماغانی میگد اقول زینب و ما ادراک ما زینب. میگی زینب اما چی میدانی زینب؟ هی عقیلت و بنی هاشم، عقیله بنی هاشم است. بعد صفاتش رو ذکر میکند، میفرماید که هیچ کس از طایفه نسوان بعد از مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها به پای عظمت بیبی زینب سلام الله علیها نمیرسد. یحیای مازنی میگد 40 سال من همسایه زینب بودم، اما نه قد و بالای زینب دیدم نه صدای زینب شنیدم. حتی وقتی که میرفت قبر جدش رو هم زیارت بکند، این اوج مصائب است. این زینب را که اینطوری حفظ کردن، میگه وقتی هوا تاریک میشد امام علی علیه السلام جلو میستاد، زینب دست راستش امام حسن، دست چپش امام حسین، با یک محفظه زینب سلام الله علیها را میبرد و بعد نزدیک قبر پیامبر که میرسید، خب میفرمود امام حسن مجتبی که اون شمع و چراغی هم که بود اونها رو خاموش میکرد. عرض کردم بابا جان چرا؟ گفت مبادا در این تاریکی ها کسی زینب را ببینه. این زینب بود، زینبی که ملائک میگه مبهوت ماند این عصر عاشورا. چرا؟ چون زینبی که 18 جوان از دست داده، داغ برادر، داغ دو تا پسر، داغ برادرزاده ها دیده، اما میگد که نماز شب را خوان ولی ایستاده نتوانست. میگد چی وقت رفت بالای تل زینبیه شروع کرد به نماز شب خواندن، دست را بلند کرد به دعا، یادش آمد از امام حسین علیه السلام که امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم لا تنسینی فی صلات الليل، مرا در نماز شب از یاد مبر. این زینب هست. علامه جزائری می نویسد مصائب خیلی زیاد هست، من برم سراغ روزه. زینب سلام الله علیها در این عصر عاشورا وقتی که ظالم دستور داد که برید حمله بکنید به خیام حرم، خیمه ها را آتش بزنید، خیمه ها را آتش زدند. بی بی زینب سلام الله علیها کاروان سالار است، آمد خدمت امام زین العابدین. اما جان تو دیگه الان امام زمان هستی، چیکار کنیم؟ خیمه ها را آتش زدند. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند عمتی علیکن بالفرار، فرار کنید. همه پراکنده شدند، خانم ها، بچه ها. بی بی زینب سلام الله علیها رفت یکی یکی بچه ها را جمع کرد. اوج مصائب هست. حالا باید آماده اسارت بشود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سوگن به نام جاودان زینب، سوگن به فرق خون چکان زینب. هرگز نکند حسین نومید مرا،
چون میدهمش قسم به جان زینب. علامه جزایری می نویسد وقتی بی بی زینب به دنیا آمد، قنداقش را دادن دست رسول الله، زینب گریه می کرد، هر کاری کردن زینب آرام نمی شد. آخر پیامبر خدا صدا زد برید حسین را بیارید، قنداقه را دادن به بغل امام حسین که کودک بود. علامه میگه در تاریخ آمده یک چیزی به گوش زینب فرمود، نمیدانیم چی گفت، یک وقت زینب آرام شد، شاید گفته باشد زینبم خواهرم گریه نکن خواهر، گریه هایت را بگذار کربلا، این روایات رو عرض کردم. زینبی که عاشق حسین بوده عصر عاشورا آمد کنار قتلگاه، مثل فردایی رفت داخل گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، سنگ و کلوخ را کنار زد. زینبی که هیچ وقت از حسین جدا نشده، نمیدانم چه کار کرده بودن با بدن حسین که بدن حسین را نشناخت، صدا زد انت اخی، آیا تو برادر من هستی؟ اما میان گودال قتلگاه دنبال چیزی دیگری هم میگردن. آفتابم را در این ظلمت سرا گم کرده، بی فروغ روی ماهش راه را گم کرده، ساربان آهسته تر تا بلکه پیدایش کنه، من حسینم را به دشت کربلا گم کرده. کس چه می داند به دنبال چه می گردم حسین؟ ساربان داند که انگشت تو را گم کرده. همه بگید حسین جان، حسین جان، حسین جان. وقتی بدن بی سر برادر رو پیدا کرد، رو کرد به جانب مدینه، یا رسول الله، هذا حسینک مرمل به دما، مقطع الاعضا، مسلوب العمامت و الردا. یا رسول الله نگاه کن با حسین چی کار کردن، این همون حسین توست که همه بدن با خاکهای گرم کربلا، همه بدن قدعه قدعه شده، عمامه ای به سر نداره، اصلا سر در بدن نداره. آی شروع کرد به روضه خانی، یک وقتی سکینه نازدانه هم آمد، صدا زد عمه جان هذا نعش من، این بدن بدن کیست؟ دختر پدر رو نمیشناسد. صدا زد عمه جان این بدن بی سر، بدن پدرت حسین غریبه. هر دوتا اولین روزه خانها و گریه کنان کنار بدن حسین. اما چند لحظه ای نگذش دید ظالمان با تازیانه آمدن سراغ این دو نفر. یک وقت زینب صدا زد نزنید خودم میره. سکینه نازدانه خطاب به بدن بابا، بابا دلم نمیخواهد از کنار بدن جدا بشم، اما دیگه طاقت تازیانه ها رو نداره. همه بگید یا حسین، آخرین یا
حسین های روز عاشورای تا بگو. یا حسین یک جمله هم عرض بکنم پایین پایان مجالس با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینجا هم به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است. بگذارید شما اهل بیتی هستید، این جمله را درکش را دارید، فهمش را دارید انشاءالله. راوی میگوید امام حسین علیه السلام چند جا بلند بلند امام حسین امروز گریه کرد، کنار بدن قاسم، کنار بدن علی اکبر، کنار بدن ابوالفضل و اصحاب. اما یک جای دیگر میدانید کجا؟ اون جایی که داخل گودال قطنگاه افتاده بود. یک وقت چی کار کرد؟ همه جرأت نمی کنند که بیاین آل امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده یا نرسیده. یکی از ظالمان گفت اینا غیرت الله هست، من یک دستور میدهم اون وقت فهمیده میشود که حسین زنده است یا به شهادت رسیده. چی دستور؟ گفت برید خیام حرم رو حمله بکنید. تا همین را شنید با تمام توان، با تمام خونهایی که از بدن رفته، با زحمت خودش را بلند کرد، سر از گودال قتلگاه بلند کرد، این جمله معروف را گفت: ظالمان اگر دین ندارید لاکل مرد باشید، یعنی تا وقت من زندم به خیام من حمله نکنید. شمر با تمام بدی که داشت گفت درست میگه، بله در عرب رسم نیست تا وقتی که مرد زندگی است به ناموسش به حرمش حمله بکنیم، بریم اول کار حسین رو بسازیم بعد. اما سادات مجلس محبان فاطمه زهرا یک جمله میگم سربسته خودتان درک کنید. اینجا با تمام بدی گفت اول برید حسین رو به شهادت برسانید، بعد برید خیام حرم. اما در کوچه بنی هاشم جلوی غیرت الله امام علی ظالم بزن زهرا را، اما بگید یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. یاد کنیم از همه بزرگان نوحه خوانها شعرا، یک نوحه قدیمی هست، حیفم میآید که این مجلس با عظمت همه ما و شما این از این نوحه قدیمی لذت نبریم، به یاد شعرا باشیم. این یک نوحه قدیمی است، این فرد را یاد بگیرین، همه با هم تکرار میکنیم. یک روزه وداع هست، چقدر زیبا اونها قدیمی ها این روزه ها را با هم میخواندن. الوداع حرم محترم خیر النساء. این فقط سینه‌زنی نیست، فقط زمزمه است، عصر عاشورا، عصر قربان. خوب یاد بگیر این وداع، این بیت رو با هم تکرار میکنیم. الوداع حرم محترم خیر النساء، همه آیید و نشینید به هنگام ودا. تصور بکنید امام حسین علیه السلام آمده برای آخرین بار ودا میکند، اهل بیت رو میگد همه جمع بشین که من ودای آخر رو میکنم. می سپارم همه اطفال شما را به خدا. یاد بگیر الوداع حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. میتونی یا نه؟ الوداع حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. می روم رخصت میدان ز شما می خواهم، سفرم دور و دراز است و دعا می خواهم، از شما بدرقه مهر و وفا می خواهم، می
سپارم همه اطفال شما را به خدا. یاد گرفتی؟ الوداع ای حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما ای سکینه به کنارم بنشین، جان پدر میدهد چرخ ستم بر دل تو داغ پدر، کو حسین تا که کشد ناز تو در شام و سحر. الوداع ای حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. زینب ای خواهر غم دیده ی غم پرور من، تو بیا زود نشین در بر من خواهر من. چرا زود؟ چون دشمن دیگه نزدیک خیمه ها می شود. می شوی خار در این دشت بلا دل بر من، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. الوداع حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. بعد من خواهر من رو به بیابان بکنی، رو به پوشی و دگر رو سوی میدان بکنی، می شوی خار در این دشت بلا خواهر من. الوداع ای حرم محترم خیر النساء، می سپارم همه اطفال شما را به خدا. یک جمله و التماس دعا، انشاءالله شام غریبان به یاد غریبان و مظلومان افغانستان هم باشیم. آید تو خواهر زینب و ام گلسوم دنبال بچه های امام حسین علیه السلام شام غریبان میگرده، آی همه بچه ها رو جمع کرده، اما دوتا از فرزندان امام حسین پیدا نمیشه. گشتن و گشته دیدن زیر خانه این دوتا کودک از بس خسته شده، دست به گردن هم انداختم و همون جا خوابیدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جمع نوای کودکان امشب، نوای کودکان بر بام کیوان است، شام غریبان است. همه شام غریبان است، شام غریبان است. امشب به
دشت کربلا، امشب به دشت کربلا نالان یتیمانن تا صبح و گریانن. امشب بر روی کشته ها در ناله مرغانن، چون نی در افغانن. امشب نوای کودکان بر بام کیوان است، شام غریبان است، همه شام غریبان است، شام غریبان است، شام
شادی روی هم باقی هم سلوات بلندتر نه شام غریبان طفلان گریان شام غریبان طفلان گریان زینب چه سازد با این یتیمان شام غریبان طفلان گریان زینب چه سازد با این یتیمان شام غریبان زینب چی سازد با این یتیمان ام المصیبت بر برادر ام المصیبت بر برادر خاک مصیبت نمود بر سر بال مستر رای برادر بال مستر شب سکینه از بر باباش از دل برفته آرام و تابش ببرید از این غم ببرید از این غم از دیده خوابش از نشت گنهان باشه در افغان شام غریبان طفلان گریان شام غریبان خیمان گریان
چه سادت پاین یتیمان ام المصیبت ام المصیبت بره بره